الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. یکی از سفارشات بسیار مهم رسول خدا و ائمه طاهرین، مخصوصاً امیر المؤمنین، در کلمات قصارشون اینه که فرصتها رو از دست ندین. فرصت یه سرمایه است، با این سرمایه به بهترین صورت بهترین تجارت رو میتوان داشت. من فرمایشات رسول خدا رو که توفیق الهی داشتم در باب فرصت پیجویی بکنم که بفهمم این علم بی نهایت چه حقایقی رو فرصت میدونه. دیدم درباره این مسئله گفته های پیغمبر کم نیست، فراوانه. چند تاشو براتون عرض بکنم. رسول خدا جوانی رو یک فرصت میدونه، یعنی یه سرمایه. پول رو یه فرصت میدونه، یعنی یه سرمایه. سلامت بدن رو یه فرصت میدونه. اینا در فرمایشات حضرت هست. راحت بودن خیال و دغدغه نداشتن رو برای انجام خیلی کارا یه فرصت میدونه. زنده بودن رو در این دنیا یه فرصت میدونه. زبان پاک دلسوزان و خیرخواهان رو برای مردم یک فرصت میدونه. فرصت فراغت و بی‌دغدغه بودن، فرصت سلامت جسم، فرصت حیات و زنده بودن،
فرصت زبان پاکان و حکیمان. گاهی در طول تاریخ یه نفر گوشش رو برده و برابر دهان پاکان عالم گرفته، گاهی با یک کلمه، گاهی با یه روز، گاهی با 10 روز، به تناسب ظرفیت‌ها با شنیدن یه حکمت، یه نصیحت، یه موعظه، یه خیرخواهی، یه تغییر کاملی در فکرش، عملش، اخلاقش پیدا شده. جلال الدین رومی که معروف به مولویه، این یه عالم محدودی بود. ایشون به یه شخصی برمیخوره به نام شمس تبریزی، یه مخزن عظیم بنزین داریم، کار اصدار تولید جرقه است، به بنزین میزنه، تولید نیروی محرکه میکنه، هواپیما رو با 450 تا مسافر رو بار بلند میکنه، از تهران میبره توکیو، میبره مالزی. وجود تک تک شما مرد و زن انبار بنزین. جلال الدین معلوم نی شمس چه سر کبریتی جرقه ای به انبار بنزین پر شده از طرف خدای او زد که بعد از این شعله ور شدن بود که این 6 دفتر مثنوی رو به وجود آورد که منهای مطالبش که قابل انتقاد، دنیایی از علم و تمثیل و حکمت و معرفت. اگه از این جلد هواهای نفسانی بیاین بیرون، اگه تو این جلد بمونین که به هیچ جا نمیرسین. این هم یکی از فرصتهایی که پیغمبر تو فرمایشاتشون دادن. خب یه روایت هم از رسول خدا بگم، اقتنم الفرص، فرصتها را غنیمت بدانید، فإنها، اینش خیلی دلسوزی داره، تمر رو مر الصحاب، اگه فرصت دستتون اومد غنیمت ندانستید، مثل ابری که رو شهرتون میاد و زودم میره، از دستتون میره. گاهی دیگه فرصت بر نمیگرده، گاهی دیگه فرصت دست نمیده، گاهی آدم تا آخر عمرش در حسرت یه فرصت مثبت میمونه، افسوس میخوره. افسوس. خیلی ها میگن جوانی کجایی که یادت بخیر، یعنی از دست دادیم، در اون اوج قدرت کاری نکردیم. این مقدمه رو که شنیدید، اصل مطلب رو بگم. عمر سعد
دستور حمله داد، گفت اینا 72 نفرن، همین امرو عصر تاسوعا یه یورش ببرین 72 رو قتل عام کنین و تمام زنان مانده رو به اسارت بگیرید ببریم کوفه. این اعلامو کرد. شب خودش یه فرصت، یکی از فرصت‌های الهی زمان و عجیبم سریع از دست میره. ابی عبدالله علیه السلام به قمر بنی هاشم فرمودن ارجع الیهم، شما برو پیش این لشکر، فإن استطعت، اگر توان داشتی، ان تؤخرهم الى قدوتهم، این جنگی که تو این بعد از ظهر نهم محرم میخوان با ما بکنن اینو بذارن برای فردا، امشب با ما نجنگ. جنگم که میدونید در ماه محرم حرامه، در قرآن اعلام شده. بت پرستان زمان پیغمبر هر سال 4 ماه به همدیگه آتیش بس میدادن، قبائلی که با هم جنگ داشتن میکشتن، غارت میکردن، میبردن، از اول محرم تا آخر محرم، ذی‌الحجه، ذی‌القعده و ماه حرام دیگه اصلا دست به اسلحه نمیبردن. اما این بنی امیه خبیث تو این محرم با اهل بیت جنگیدن و این آل سعود خبیث‌تر از بنی امیه هم پارسال محرم هم امسال که در یه شبش آمار جدیدی که دادن 900 نفر رو کشتن و بی دست و پا کردن، جنگیدن با شیعیان یمن. یمن که چیزی نداره، آل سعود اونجا دنبال چی هن؟ دنبال خاموش کردن چراغ اهل بیت. یمن یه معدن عقیق داشته که عقیقش هم خیلی گرونه، 200 اون معدن دیگه عقیق نداره. چه کشداری در ماهای حرام در یمن کردن. شماها دعاهاتون مستجابه، چون سیاپوش اهل بیتین، گریه کنه برای اهل بیتین، دعا کنید تو نمازاتون، تو نماز شباتون که خداوند مهربان محبت کنه، چنانچه بنی امیه رو نابود کرد، بنی عباس رو نابود کرد، خاندان پهلوی رو نابود کرد. دعا بکنید زنده بمونید و نابودی این آل سعود رو که بدتر از بت پرستان جاهلیت اخلاق دارن و حیوانتر و درنده تر از اونان، اینا بین برن. و دعا بکنید که این عزیزانتون که مدافعان حرم حضرت زینبن، اینا هم اونجا بر این خبیثان بدتر از سگ هار پیروز بشن، ما دیگه بیشتر از این داغدار نشیم، خونواده ها داغدار نشن. پیغمبر فرمود الدعا صلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمنه. با این اسلحه آل سعود و والله میتونید نابود کنید، با این اسلحه داعش رو میتونید نابود بکنید. دعا خیلی مهمه تو نماز شب. و قمر بنی هاشم فرمود اگر امکان هست
بگو این جنگ و بندازن به فردا. بعد علتشو گفت که شب یک فرصت الهیه، لعلنا نصل لیلتا و نستغفره و ندعوه، که ما امشب رو تا صبح پلک نزنیم، نماز بخونیم، دعا بکنیم و بعدش هم سحر استغفار بکنیم. حسین جان تو که گناه نداشتی، استغفار برای چی؟ قمر بنی هاشم که گناه نداشت، استغفار برای چی؟ لازم نیادم گناه داشته باشه. ابی عبدالله عاشق مغفرت خدا بود، گناه نمیخواد مغفرت. چرا ما اگه مغفرت خدا رو بخوام؟ چون گناه داریم. خدا هم در مغفرت خواهی ما گناه ما رو میبخشه یقینا. بعد به قمر بنی هاشم فرمود والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و دعا و الاستغفار. ببینید یه شب ابی عبدالله فرصتشو چقدر زیبا داره تبدیل به تجارت میکنه. گفت برادر خدا میدونه که من عاشق نمازم، بیچاره بی نمازا، حیف حیف. خدا میدونه من عاشق نمازم، خدا میدونه. تو در نماز چه پیوندی با محبوبت داشتی که عاشق نماز بودی؟ عشق مایه کمی نیست. من با کسالت نماز میخونم، تندم میخونم، تمومم که میشه یه نفس راحتی میکشم میگم سبک شدم و مگه نماز کوه دماوند رو دوش من؟ مگه یه سنگ چند تونی رو کله من؟ صلات بعضی از محققین میگن از سله اومده، سله یعنی اتصال، نماز یعنی اتصال عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین با دریای بی نهایت کمالات و ارزش ها. این سیم رابط ارزش ها رو از پروردگار به آدم انتقال میده، انتقال میده. و چه نمازی اون شب ابی عبدالله و یارانش خوندن. دوربین که نبود، اگه میگرفتن و میذاشتن امشب پخش میکردن تو این مسجد، دیوانه میکرد ما رو اون نماز، مست میکرد ما رو اون نماز. عاشق نمازم. بی نمازای بزرگواری که صدای امام حسین رو از این مسجد تو سیما یا صدا میشنوید، بی نمازیتون رو بذارین کنار، بیاین با ابی عبدالله بیعت کنین، بگین حسین جان تو عاشق نماز بودی، ما هم از این به بعد نمازامونو میخونیم. نماز که خرجی نداره. مگه آدم صبح بلند شه دو رکعت نماز بخونه چقدر وقت میخواد؟ ظهر چقدر وقت میخواد؟ شب چقدر وقت میخواد؟
خدا میدانه که من عاشق تلاوت قرآنم، خدا میدانه. چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن. آقا بعضی صداها شنیدند، بعضی صدا. حاج علی بغدادی تا آخر عمرش تو حسرت شنیدن صدای امام عصر تو حرم موسی بن جعفر بود. حضرت تو را بهش برخورد، تو مفاتی دو صفحه داستانشو داره. خیلی هم زمان گذشته نی، همین 200 سال پیش بود. البته حاج علی یه تاجر متدین خمس بده بسیار بزرگواری بود، بغدادم بود. که من اومده بودم برم زیارت موسی بن جعفر، ماشین که نبود، پیاده، تو را به یه سیدی برخوردم. خیلی باحال بود، خیلی با ادب بود، خیلی سوالات کردم، همه رو جواب داد. یکی از سوالاتم این بود، گفتم آقا میگن کسی که با اجداد شما سید رابطه دارن، مخصوصا کسی که بره زیارت حضرت رضا، وقتی دفنش میکنن نکیر و منکر سراغش نمیان. فرمود به چه جرعتی اونا سراغ زائر ما بیان؟ خیلی سوالات کرد تا رسیدن حرم موسی بن جعفر. گفت زیارت موسی بن جعفر رو خون، منم پشتش خوندم. چه لحنی، وای چه صدای. بعد برگشت به من گفت شب جمعه است، میخوای حسین رو زیارت کن؟ گفتم از خدا میخوام. یه زیارت ابی عبدالله برام خوند. بعد فرمود میخوای به امامانت سلام بدی؟ گفتم آره سید. گفت من سلام میدم دونه دونه، تو هم پشتر من. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. تا رسید به امام 12 گفتش که خودت به امام زمان سلام بده. گفتم السلام علیک یا حجت ابن الحسن یا صاحب الزمان. برگشت گفت علیک السلام. بعدم ناپدید شد، دیگه هم تا آخر عمرش ندید امام رو. فرصتا گاهی از دست میره، دیگه هم دست نمیره. ابی عبدالله فرصت گرفت، این فرصت رو تبدیل کرد به نماز، به قرآن، به دعا، به استغفار. چند نفر بودن تو کل خیمه های مردا؟ 42 تا، با خودش 42 تا. نصف شب زین العابدین میگه از خیمه های بابام و اصحاب همینجوری تا صبح صدای زمزمه میومد، یا قرآن بود یا نماز بود یا دعا بود یا استغفار. 30 نفر از لشکر عمر سعد خوابشون نمی برد، رفیق بودن با هم. به هم دیگه گفتن که پاشیم بریم یه گشتی بزنیم، خواب اون که بلند شدن 30 تاییشون، کسی هم جلوشون رو نگیره. سوار اسب شدن، آروم آروم داشتن میگشتن، رسیدن نزدیک خیمه ها، دیدن الله اکبر چقدر فرق بین اینجا و بین اونجا. این چه صداهاییه؟ اینجا خیمه است یا عرشه یا ملکوته؟
به هم نگاه کردن. اول هم میترسیدن، بعد ترسشون ریخت و با همدیگه تصمیم گرفتن بیان تسلیم ابی عبدالله بشن. اونا 42 نفر بودن، با اومدن اینا شدن 72 نفر. چه فرصتی رو این 30 نفر غنیمت دونه. خوش به حالتون. به میدونید اینا کجا دفنن؟ اون ذریحی که مال اصحابه، اون ذریح نماده. تمام این 72 نفر کنار علی اکبر به پایین دفن، این 30 نفر هم اونجا دفن. خود تصمیم گرفتن، از اسبا پیاده شدن، گفتن را بیفتیم بریم طرف خیمه ابی عبدالله. تاریک شب دهم دیگه، ماه روشن نکرده بود زمین، قمر بنی هاشم اومد جلو. کجا؟ اینجا به پا داره، به پاش منم. کجا؟ تا گفت کجا اینجا به پا داره، صدای ابی عبدالله بلند شد. عباس جان اهل مان بذار بیان. بچه ها دیدن عمه با قدم های آهسته داره میره به طرف میدان. چرا تون نمیره؟ عمه میدونه که هر قدمی که به طرف زیارت ابی عبدالله برداشته بشه ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهش میده. عمه داره میره زیارت ابی عبدالله، اما عمه برخلاف همه زائرا که میرن گنبد و حرم و فرش و سنگای قیمتی و طلاکاری، عمه داره میره زیارت بدن قطع. عجب زیارت. حدودی که بدن افتاده رو زینب میدونست، حدود رو اومد هرچی نگاه کرد دید بدن نیست. یه مرتبه توجهش به یه نقطه جلب شد، دید یه مش سنگ و چوب و شمشیر و نیزه رو هم ریخت. اومد نشست، شمشیرا رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد. این سنگ و چوبی که میگم از قول امام باقر میگم، ایشون کربلا 4 سالش دیده بود با سنگ و چوبم به بدن حمله کرده. اینا رو که کنار زد زیر بغل و گرفت بغل ابی عبدالله رو، از زیر این همه اسلحه کشید گذاشت روی زانوش دامنش. یه مرتبه سرشو بلند کرد دید پیغمبر بالای گودا. میدونید به غائب وقتی سلام میدن میگن السلام علیه. خدا تو قرآن به عیسی سلام داده و السلام علیه، چون نبودش. اونی که حاضره عرب میگه السلام علیک، یعنی آدمی که روبرو من وایستادی سلام بر. صلی علیک یا رسول الله، هذا حسینک مرمد بالدماء.
شاعر آذربایجانی شعری داره خیلی آتیش میزنه آدمو. دوست من این شعر رو در تبریز خونده، میگه زینب کبرا گفت حسین من میخوام برم، بلند شو یه لحظه بشین با این دستای جدات برا من دعا کن. به شاعر گفتن دست جدا مال قمر بنی هاشمه، چرا ابی عبدالله میگی زینب؟ گفت با دست جدات منو دعا کن. گفت مگه شما از قول زینب نشنیدید؟ به پیغمبر گفت مقطع الاعضا. مصلوب الامامت و رضا. یه مرتبه دیدن بدن و گذاش رو زمین، دو تا دستش و دو طرف بدن گذاش خم شد رو بدن، لبهاشو به گلوی بریده گذاش.